و اون بیانیه‌ای که انگلیس و آلمان و فرانسه هم داشتن چند روز پیش که گفتن به خاطر حمله جمهوری اسلامی به آرامکو، اولا که قبول کردن صحبت آمریکا رو که این کار فقط کار ایران جمهوری اسلامی میتونسته باشه و به خاطر اون خب در اصل اروپا داره نزدیک میشه، یکی میشه با سیاست آمریکا و به طور کلی دنیا و داخل آمریکا هم خیلی سخت‌تر خواهد بود که دموکرات باشه کنگره یا رئیس جمهور یا ریپابلیکن باشه کنگره یا رئیس جمهور، همه دیگه یه جور خواهند دید این خرابکاری های جمهوری اسلامی رو. و به طور کلی آقای روحانی دروغ میگه، یعنی همه استراتژی آقای روحانی همون جوری که آقای ظریف به طور کلی جمهوری اسلامی این مدت بوده اینه که پشت سر هم دروغ بگن و با دروغ سعی کنن که همه دنیا رو گیج بکنن، ولی خیلی بده واقعا. یعنی اون رفتاری که جمهوری اسلامی با مردم خودش داشته 40 سال گذشته، اون توهینی که هر روز به مردم ایران میکنه که راجع به همه چی دروغ میگه، فکر میکنه که میتونه بیاد تو در سطح جهانی هم با تمام رهبران دنیا و به طور کلی به تمام مردم دنیا و مطبوعات دنیا همونجوری راجع به همه چیز دروغ بگه. خب آقای روحانی، آقای ظریف، آقای خامنه‌ای، مردم میفهمن که شما همه صحبتاتون دروغه و الان به وضعی رسیدین که این فشارها در اصل نفس جمهوری اسلامی رو گرفته و به خاطر این هستش که این حمله رو جمهوری اسلامی کرده به عربستان. همه واقعیت رو میبینن. شما هر چقدر که دروغ بخواین بگین راجع به این که این حوتیا بودن ما نبودیم، یا آقای روحانی در سازمان ملل میگه که ما آزادی رو میاریم به خاورمیانه، ما دنبال امید هستیم، عدالت هستیم، صلح هستیم، قانون هستیم، توسعه هستیم، همه میبینن. همون جوری که مردم ایران میبینن که شما هر چقدر راجع به امید صحبت میکنین وضع مردم، وضع مملکت روز به روز بدتر. خانم معمار صادقی، راجع مردم ایران سوال بعدی من از شما راجع موضع مردم ایران هست.